تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها. با درود به شما بینندگان برنامه مناظره سیاسی، رویا قیاسی هستم و امروز شنبه 24 ژوئن سال 2017 مطابق با 3 تیر سال 1396 شمسی، برنامه دیگری از سری برنامه‌های مناظره سیاسی شماره 129 و بخش سوم از پروژه بحث و گفتگو در رابطه با اتحاد در فرهنگ و سیاست ایران رو خدمتتون ارائه می‌کنم. دوستانی که در این برنامه ما رو همیاری میکنن رو خدمتتون معرفی میکنم: سعید صالحی نیا، فعال منفرد کمونیسم کارگری، و آقای علا احمدی، فعال چپ که از سلیمانیه با ما هستن. دوستان به شما هم خوش آمد میگم و امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سر حال بشینیم و راجع به مسئله اتحاد بحث و گفتگو کنیم. در دو برنامه‌ای که قبلا در رابطه با مسئله اتحاد داشتیم به پرداختیم به اینکه اتحاد رو از ریشه بررسی کنیم، جوانب اجتماعی اون رو بشناسیم و ببینیم که چه عواملی مؤثر هستن در اینکه ما بتونیم اتحاد رو برقرار کنیم و یا اینکه چه عواملی مانع اتحاد بین گروه‌ها و سازمان ها و دسته ها میشه. امروز میخواهیم به این بپردازیم که ببینیم چه تئوری هایی در رابطه با اتحاد در تاریخ معاصر ایران توسط چه گرایشات راست و چه گرایشات چپ مطرح شده. در این رابطه دو سوال در نظر گرفتیم که اینها رو با دوستان برنامه مطرح میکنیم و نظر اونها رو جویا میشیم. سوال اول برنامه رو با شما آغاز میکنیم آقای سعید صالحی نیا. از دیدگاه شما چه تئوری هایی در مورد اتحاد سیاسی در میان چپ و راست تا کنون مطرح شده در ایران مد نظر است؟ بفرمایید سعید گرامی، 6 دقیقه وقت در اختیارتون هست. خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم. با سلام خدمت شما و بیننده هایی که این برنامه رو دنبال میکنه، من برام یه مقداری با مزه‌ام بود که این پروژه اتحاد که ما شروع کردیم، دو تا دوستان ما که یکیشون به اصطلاح از راه کارگر بود و یکیشون از خط راست بود، اینا وارد این پروژه اتحاد شدن که بحث کنیم، بعد این دوتا نتونستن جلسه اول هم تموم کردن گذاشتن رفت. یعنی میخوام بگم رفتارشناسی که ما ایراد میبینیم که فرهنگ کار کردن با هم دیگه به طور واقعی وجود داره دیگه، خودش هم یه نمونه بود. بعد برصورت من این بحث خیلی وسیعه در مورد این که خب حالا ما برگردیم به تاریخ ایران نگاه کنیم. معمولا تقسیم بندی رو میشه اینجوری کرد که خب حکومت ها خودشون برای متحد کردن مردم به دور خودشون و متحد کردن گرایش‌های خودشون داخل حکومتی شیوه‌ای رو به کار بردن برای اینکه مردم رو متحد کنن یا درون خودشون رو متحد کنن. این یه بحثه، در یک سطح بحث در مورد تاریخ اتحاد تو ایران. یکیش اینه که نیروهای اپوزیسیون، نیروهایی که مخالف حکومتن، چه شیوه‌ای را اتخاذ کردن که بتونه و اپوزیسیون ایران خودش باز به چپ و راست تقسیم میشه و توی چپ و راست رفتارهای متفاوتی در مورد مسئله اتحاد بوده. علتش هم اینه که راست ایران خب حاکم بوده توی ایران و درجه لازم نبوده که زیاد زحمت بکشه. در واقع اپوزیسیون راست یه پدیده جدیدیه بعد از جمهوری اسلامی. در واقع تازه ما چیزی به نام اپوزیسیون راست داریم، چون قبلش به نظر من اون چی که وجود داشته اپوزیسیون چپ بوده و راست اپوزیسیون نبوده.
یک گرایش های میانه بودن مثل جبهه ملی و این چیزا که اینا خودشون رو اپوزیسیون می‌نامیدن، ولی اکثرا داخل جناح‌های حکومت هم زمان پهلوی هم زمان کنونی این گرایش ها کاملا اپوزیسیون نیستن، داخل دستگاه حکومتی هم هستن، مثل نهضت آزادی مثلا نمونش هست. و در نتیجه رفتارهای به اصطلاح سیاسی فرهنگی اینا فرق میکنه تو تاریخ با اپوزیسیون چپ که خودشو در واقع سرنگونی طلب و مخالف حکومت میدونسته، حالا زمان پهلوی بگیرید و زمان جمهوری اسلامی. پس این تقسیم بندی رو اول ما داشته باشیم و بعد بپردازیم به این که خب اینا چه رفتارهایی انجام دادن در مورد اتحاد، چه سیاستهایی رو اتخاذ کردن. طبق برنامه دوم ما و برنامه اول ما، من میگم در واقع بچه مشترک همه این تاریخ همونه که اتحاد تو فضای پیش مدرن دنبالش بودن. مثلا حکومت ها برای متحد کردن مردم از به اصطلاح ابزارهای مثل مذهب، نمیدونم غرور ملی، ناسیونالیسم استفاده کردن، گفتن بیان جمع بشین دور من پهلوی مثلا برای اینکه ما به اصطلاح تاریخ آریایی رو بازتولید کنیم، و یا اینکه فرض بکنیم که جمع بشین که به صلاح اون حکومت اسلامی موعود رو بتونیم تو ایران پیاده کنیم، حکومت عدل علی رو. در واقع پس یه پایش استفاده از ایدئولوژی یا مذهبه که ابزار اتحاد بوده توی حکومت ها، و برای دومش زوره به صلاح دیکتاتوریه که این هم ابزاری بوده که مردم متحد کنه و درون خودشون هم این حکومت ها از این ابزار استفاده کردن، یعنی جناهای خودشونو سرکوب کردن موقعی که لازم بوده، چه زمان پهلوی و چه زمان خمینی، و اینو میبینیم تو تاریخ دیگه. در واقع دو تا ابزار اساسی برای متحد کردن، یکی استفاده از ایدئولوژی و مذهب و دوم سرکوب پلیسی و این چیزاست که اینا تا یه حدی هم کار کرده برای حکومت. در مورد اپوزیسیون سابقه رفتارهایی که بتونه زیر تیتر اتحاد بخونه و آگاهانه باشه، در واقع برمیگرده از همون دوران مشروطه شروع میشه. مثلا آخوندی میاد تو دوره مشروطه میگه که آقا مثلا شما به نام اسلامیت یا نمیدونم ملیت ما بیاد جمع بشید مثلا تنباکو رو تحریم کنید، و حول یه فرد، حول یه آدم، حول یه رهبر و حول یه ایدئولوژی این به صلاح یا مذهب مردم رو اینا جمع میکردن. و ابزارهایی هم که داشتن خب ابزارهای سازماندهی بوده که سازماندهی های سنتی بوده دیگه، مثلا فرض کن تو مسجد بوده یا هر شکل دیگه. اینا در واقع ابزارهایی بوده که مردم بتونن جمع کنن دور خودشون و در رابطه با نیروهایی که فکر دیگه داشتن. اصلا این به صورت تفکر اونچنان پخته نشده تو تاریخ ایران که من مثلا فرض کن فلان گرایش با فلان گرایش که به فکر من نیست چگونه بتونم همکاری کنم. سابقه این نحوه فکر کردن برمیگرده به دوره که حزب توده اومد توی سیاست ایران و یه مقداری از اون تجارب چپ بلوک شرقی رو تو ایران شروع کرد پیاده کردن، من جمله نظریه جبهه متحد خلق یا جبهه ضد امپریالیستی که این نظریه بود که حزب توده تو ایران وارد کرد، و این ورودش هم با همون تزهای لنین بوده توی انترناسیونال سوم، خصوصا کنگره دوم انترناسیونال سوم که بهش میگم کومینتر. اونجا در واقع تمرکز روی اینه که آقا ما بیایم و گرایش مختلف چپ و راست و حول مبارزه با امپریالیسم متحد کنیم، که در واقع اینم یه سابقه طولانی داره و
خب شکست‌های خیلی فجیعی هم خورده و به نتایج عجیبی رسیده، مثل دفاع از مصدق، دفاع از خمینی که نتیجه و میوه این جور اتحاداست، اتحاد جبهه متحد خلقی در واقع، و این هم ما دیدیم تو تاریخ ایران. یه بود دیگه بحث اتحاد و اپوزیسیون، موضوع اتحاد داخل احزاب و سازمان هست که اونم متاسفانه ایراد وسیع داشته و متمرکز بوده روی این که یه ایدئولوژی رو ما وسط قرار میدهیم و یه رهبر و چند تا آدم رو به عنوان اتوریته های اون ایدئولوژی معرفی میکنیم، مثل رابطه مثلا پیغمبر و کتاب مقدس آسمانی و بعدش هم اماما، و این رابطه همون رابطه ای که توی متحد کردن نیروهای سیاسی درونشون استفاده می شده. روانشناسی که میگه آقا ما یه امر مقدس میذاریم وسط، متحد بشین سر امر مقدس، منم که رهبرم اتوریته اونم و پاسدار اون نگهبان اون اتوریته است، به اصطلاح تفکر و هدف مقدس هستم، شما متحد بشین دور من. که اینم در واقع تاریخیه که ما خصوصا تو چپ میبینیم اینو، یعنی مرتب هم متاسفانه تکرار شده تو تاریخ. گرایش سیاسی با آدماشون مشخص میشن، با رهبراشون مشخص میشن و سیاست از سر ایدئولوژی که تعریف میشه. در واقع وقتی اینا رو ما داریم، وقت ابزاره اتحاد هم در واقع جمع شدن آدم ها یا همکاری آدم ها روی اینا استواره، و این هم خود تاریخ طولانی داره. بعد از قبل از انقلاب 57 خمینی هم اون پروژه همه با هم خودش رو در واقع گفتش وسط و روی به اصطلاح اسلامیت و ایرانیت به عنوان موضوع اتحاد چیز کرد، و بعد هم همین شعار همه با هم رو مطرح کرد که آقا مهم شما کی هستین، بلکه بیایم ما سر همین ایرانیت و اسلامیت با هم متحد بشیم و شاه برود. در واقع یه بچه اپوزیسیون این بود که تمرکزش رو گذاشته روی بچه سلبی. خوب دقت کنین، یعنی موضوع اتحاد اینه که یه کسی نباشه، خب مثلا شاه نباشه. حالا مثلا یه عده دارم میگم ما موضوع اتحاد بذاریم که خمینی جمهوری اسلامی نباشه، یعنی این موضوع اتحاده. چون من دارم دونه دونه وجوه متدهای اتحاد رو مطرح میکنم. خب این تاریخش خیلی طولانیه، از خمینی شروع شد که شاه نباشد بیان با هم متحد بشیم، و الان هم بخش مهمی از اپوزیسیون راست و حتی چپ درکشون اینه که خمینی نباشد، جمهوری اسلامی نباشد، مرکز اتحاد میتونه باشه، و شکستای خیلی بزرگی هم خورده همین این نظریه و به جایی هم نرسیده. ایده اینو تکرار میکنم تا میکنم اگه ما تکرار کنیم به نتیجه دیگه ای میرسیم. به اضافه این که اون الگوهایی که توی نسل قدیمی تر در مورد اتحاد بود باز تولید شده، یعنی احزاب، سازمان ها، چه راست چه چپ، متمرکز شدن روی اینکه یه رهبر خیلی با اتوریته رو پیدا کنن، دورش خیمه بزنن، به این رهبره اینا رو به سرنوشت مقدسی که اینا انتظار دارن بکشونه. حالا شما تو چپ اسما رو بگین، تو راستام که خب این پهلویه و این چیزهاست که حالا یه دم سرکش شدن سلطنت طلب، میگم پهلوی بیامرزد. حالا اون بحث جدایی، ولی اونی که واقعیت داره اینه که ما میبینیم تلاش ها برای همکاری ها درون اپوزیسیون ایران عمدتاً شکست خورده، و ما اول برای اینکه بتونیم اینو درمان کنیم، اول باید بپذیریم این بیماری هست دیگه، یعنی بیماریه که بیماری ناتوانی در همکاریه. وقتی اینو پذیرفتیم، بعد وقت میریم سراغ درمانش. من فعلا یه خلاصه ای از اون پرسپکتیوایی که من داشتم مطرح کردم، شاید تو بحث بعدی بشه بازش کرد. خیلی ممنون. ممنون از شما سید گرامی، کامل و جامع بود. آقای
علا احمدی، آقای علا احمدی صدا مثل که آقای علا احمدی، نظر شما چیست؟ شما این رو چگونه میبینین؟ بفرمایید، وقت در اختیار شما. خیلی حالا اگه میشه یه بار سوال رو بخونیم، چون من صورت سوال گیرم دست. سوال در واقع اینه که چه تئوری هایی از گروه های مختلف، چه توسط راست و چه توسط چپ، چه تئوری هایی برای اتحاد در فرهنگ معاصر ایران مطرح شده تا کنون؟ یعنی چه راست باشن و چه چپ، اگر ما تاریخ معاصر رو نگاه اجمالی بیاندازیم، چه تئوری های مطرح شده، حال چه موفق چه ناموفق، چه موفق بوده و چه ناموفق، این تئوری ها از نظر شما چه چیزایی بودن؟ بفرمایید. بله، ممنونم، بسیار خوب. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه مناظره تصویری، مناظره سیاسی، و امیدوارم که بتونیم برنامه مثبت و مفیدی داشته باشیم. اگه جواب این سوال رو بخوام بگم، میتونم بگم آقای صالحی‌نیا به صورت دقیق و خوبی اشاره کردن به تاریخچه کوتاهی از اتحادهایی که در تاریخ معاصر ایران بوده، از نهضت مشروطه و مشروطه خواهی که در اون نیروهای ملی و مذهبی با هم در واقع علیه حاکمیت سلطنت و شاهنشاهی مبارزه کردن و بر حال با هم بودن، تابرسیم به بعدن سرکار آمدن پهلوی ها و حزب توده و اون اتحادی که در واقع اتحاد جبهه متحد خلق بود و همین حالا هم توسط توده ها و سایت و نشریاتشون باز هم دامن زده میشه که اتحاد جبهه متحد خلقهای ایران. و بعد من اگه بخوام یکی دو مورد رو اشاره بکنم که اضافه باشه بر صحبت های آقای صالحی‌نیا و در واقع تکرار مکررات نباشه و مفید و یکم در واقع مفید باشه صحبتم، میخوام به دو مقوله اشاره بکنم که من اطلاعات تا حدودی در مورد اونها دارم. یکیش برمیگرده به اوائل سال 58 در 1358 در ایران و در کردستان که ضمن سرکار آمدن حکومت تازه جمهوری اسلامی، در اون زمان توی کردستان ایران نیروهای بورژوایی و ناسیونالیست مثل حزب دموکرات بودند و نیروهای مذهبی وجود داشتند که اونها هم بودند، و در کنار اینها جریان تازه که توده‌ای شد و تونست در مدت زمان کمی در واقع به سازماندهی در شهرها و روستاها و مناطق وسیعی از کردستان در واقع دست ببره، اون حزب کومله بود که اینها نهایتا در مقابل یورش جمهوری اسلامی برای سیطره و سلطه بر کردستان یک جبهه متحد تشکیل دادند و با خمینی و نمایندگان خمینی چند دیدار و در واقع بحث داشتن که مشخصا بعد از چند گفتگوی حزب کومله بنابرای ماهیت میتونیم بگیم سیاسی و طبقاتی که داشت، خیلی زود دست خمینی و در واقع نمایندگانی که میفرستاد در سنندج و در قم و تهران ملاقات های شده بود، دست رژیم رو خوندن و فهمیدن که اینها برنامه واقعا جدی برای دادن امتیازات و حق خودمختاری یا حقوق دموکراتیکی که در ضمن قیام 57 در واقع مردم و
ستمدیدگان کردستان خسارش بودن، اینا برنامه برای در واقع دادن این حقوق و پایبند بودن به اونها و در واقع میتونیم بگیم اعتراف به اون حقوق ندارن و خیلی زود به جامعه و به توده های مردم اعلام کردن که این مناظرات و این گفتگوها نمیتونه مسمار ثمر باشه و هدف جمهوری اسلامی صرفا و صرفا گرفتن زمان هست برای اینکه بتونه نیروهای خودش رو سازمان بده و نهایتا به سرکوب گسترده و علنی در کردستان دست بزنه. اما در مقابل این تحلیل و این در واقع خانش کمله نیروهای بورژوایی و ناسیونالیست مثل حزب دموکرات و مذهبیون توی سنندج و شهرهای اطراف موضع گرفتن و اینها مخالفت شدیدی کردند و به یک در واقع میتونیم بگیم نزاع داخلی در اونجا منجر شد که اینها معتقد بودن که خمینی و حکومت تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی میخواد و برنامه داره که مثلا خود مختاری یا حقوق و امتیازاتی رو به مردم کردستان بده، در حالی که مسیر تاریخ و رویدادها نشان داد که دقیقا همون جوری شد که کمله پیش بینی کرده بود و بعد از چند ماه، بعد از 5-6 ماه جمهوری اسلامی در شهریور 58 به کردستان لشکرکشی کرد و جنگ های خونینی که در اونجا به مدت چند سال ادامه پیدا کرد. من از این جریان میخوام این رو بگم که اون اتحادی که بین نیروهای چپ و راست و نیروهای سیاسی توی کردستان بود در اون برهه، به دلیل اینکه میتونیم بگیم توده مردم خیلی آگاه و مطلع نبودند از وضعیتی که به وجود آمده بود و از شرایطی که اتفاق افتاده بود توی کردستان و خلای قدرت حکومت مرکزی که ایجاد شده بود، وضعیت جوری بود که نه تنها توی کردستان، توی تمام ایران مردم نمیدونستن که به راستی وضعیت از چی قراره و این جریانی که اومده و با همکاری غربی ها و امپریالیست ها آوردنش و داره بر ایران سیطره پیدا میکنه چجور جریانی است. و حتی دیدیم که توی همه پرسی که انجام شد خیلی از مردم رای دادن به جمهوری اسلامی. این به نوعی توی کردستان وجود داشت و نیروهای، اما مسئله اساسی این بود که نیروهای راست بنا به ماهیت طبقاتی و اجتماعی که دارن و اینها خودشون رو در نهایت و در تحلیل نهایی و در جوهر اصلی که ارتجاع و ماندن ستمگری و استبداد توی جامعه هست، اینا خودشون رو با حکومت و جریان اسلامی به نوعی میتونیم بگیم هم خط و هم فاز میدیدن. اینها تا چند سال بعد از اونم حتی قبول نکردن که جمهوری اسلامی ماهیتا اونجوری نیست که اونها متصور میشدن. مثلا همین رهبر حزب دموکرات زنده‌یاد دکتر قاسملو بود که رفت و در ادامه همون مذاکراتی که میخواستن ادامهش بدن به دست عامل حکومت در اروپا در واقع ترور شد و بعد از اون دوباره همین جریان رخ داد و دکتر صادق شرفکندی اونم بازم به دست عامل جمهوری اسلامی در حین یک گفتگوی سیاسی که قرار بود بین نمایندگان دو طرف باشه اون هم ترور شد و اینها به خوبی نشان داد. اما من فکر میکنم مسئله اساسی اینجا بود که اون اتحاد برای مقطع کوتاهی جلو رفت، این بود که ماهیت طبقاتی و سیاسی نیروهای چپ و راست مانع این شد که اون اتحاد دوام بیاره و در واقع به نفع جامعه و به نفع زحمت کشان پیش بره، چون ماهیت نیروهای راست با هیئت حاکمه که تازه به خود رسیده بود در تحلیل نهایی که بخوایم بررسی بکنیم در یک فاز قرار داشت و هر سه اینها در واقع به نوعی میتونیم بگیم نیروهای مذهبی کردستان، حزب دموکرات و ناسیونالیست های کردستان و جمهوری اسلامی طرفدار لیبرالیزم و بازار آزاد و
سرمایه‌داری بودن توی ایران و اینها در شدیدترین و در بحرانی‌ترین لحظات بعضن در همون دیدگاه خودشون و همون خط خودشون رو ادامه دادن و نهایتا هیچ نتیجه‌ای هم نداشت برای نیروهای اپوزیسیون توی کردستان. مورد بعدی من اگر بخوام اشاره بکنم اتحادی بود که به فاصله چند سالی پس از انقلاب، پس از قیام 57 شکل گرفت و اون اتحادی بود که بین احزاب و جریانات چپ و رادیکال توی ایران شکل گرفت که نهایتاً در 11 اردیبهشت 1362 به تشکیل حزب کمونیست ایران منجر شد که توی اون احزاب مختلفی از جمله همین کماله هسته سهند که منصور حکمت و حمید تقوایی و گروهی از دوستانشون و رفقاش باهاشون بودن، سازمان پیکار، راه کارگر و بخشی از اقلیت شریک هاب، اینا اومدن و یک اتحاد و در یک اتحاد سیاسی و تشکیلاتی حزب کمونیست ایران رو اینا شکل دادن. اما دیدیم که متاسفانه و بعد از چند سال انشعابی توی حزب کمونیست ایران روی داد و جریانی و حزبی به نام حزب کمونیست کارگری ایران از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و به فاصله چند سال کوتاهی، یکی دو سال کوتاهی بعد از اون دوباره توی خود کومله انشعابی رخ داد و جریانی که موازه ناسیونالیستی و تقریبا راست داشتن و حالا دیگه مشخصا راست دارن رو میتونیم بگیم از کومله جدا شدن و این اتحادی بود که در واقع بین نیروهای سیاسی چپ توی ایران ایجاد شد. اما این اتحاد هم نتونست مدت زیادی دوام بیاره و نهایتا با انشعاباتی منجر شد که دوباره خود توی خود اون اعضاب مشعب شده بعد از انشعابات متعدد دیگری رخ داد و نهایتا میتونیم بگیم که کل جریان چپ توی ایران ضعیف شد و به نوعی لطمه خورد از این انشعابات. من این موارد رو از اتحاد بین نیروهای سیاسی توی تاریخ معاصر ایران اضافه داشتم بر صحبت‌های دوست عزیزمون آقای صالحینی. ممنون. ممنون از شما آقای علی‌احمدی. بسیار خوب، میریم. ظاهرا من نمیبینم تفاوت عقیده اینجا که بخوایم به اصطلاح بحث و گفتگوی دو نفره بپردازیم. اگر دوستان سوالی از دیگر یکدیگر دارن بفرمایید که وقت در اختیارشون قرار بگیره. بله بفرمایید آقای علی‌احمدی. بله، من سوالی که از آقای صالحینیا دارم دوست عزیزمون، ایشون چون خودشون هم مدتی با حزب کمونیست کارگری ایران بودن، حالا این سوال رو میپرسن که به نظر ایشون اون جدا شدن و انشعابی که توی حزب کمونیست ایران از طرف منصور حکمت و همراهانش روی داد، اون رو تا چه حد درست و لازم میبینن و آیا باید اون انشعاب رخ میداد یا اینکه رخ داد آیا تبعاتی که بعد از اون دوباره ایجاد شد آیا اینها یک پروسه طبیعی هست یا نه؟ اگر کادرهای آبدیده و سیاسی و در واقع میتونیم بگیم خیلی مهمی بودن میشد مانع این انشعابات شد و این لطمات رو به نوعی جلوگیری کرد. سعید گرامی. بله بفرم. بله، من ممنون از سوالی که کردی. البته شاید به عنوان یه موضوع مثلا چی میگم مثل ورکشاپ میمونه این موضوعی که ما الان مطرح کرد، شاید فضاست برای این که ما نظریه اتحاد خودمون رو مورد سنجش قرار بدیم. ما هنوز بحث نظریه اتحاد رو پیش نبردیم به اندازه کافی تا از درون اون نظریه با لنز و عینک اون نظریه بتونیم به تاریخ مثلا فرض بکنید که کومله و انشعاب حزب کمونیست کارگری بپردازیم. ولی چون سوال کردیم، من این نکته رو مطرح کنم.
من توی اون جریان خودم نبودم، ولی خب مطالعه کردم که چه اتفاقی افتاده و اتفاقی که به نظرم افتاد اتفاق طبیعی بود، چون منصور حکمت و اون گرایشی که منصور حکمت نمایندگی میکنه میکرد به صلاح تو فضای مدرنیته کمونیسم رو مطرح کرده و حالا به رغم محدودیت‌هاش، به رغم اینکه عقب نشینی کرده تو پلای بعدی، ولی تو اون مقطع در واقع نماینده یک کمونیسم مدرن کمل ریشه های ایدئولوژیکش توی چپ چینی بوده، الان هم شاید مقداری باشه، یعنی در واقع یه نوع ماویزمه، یه کمونیسم روستاییه و به خاطر اینکه از تو ریشه از اون منطقه کردستان داشته و داره آلوده هست به ناسیونالیسم و خیلی طول میکشه به نظر من که یه کمونیسم مدرنی مثلا تو منطقه کردستان ایران به وجود بیاد. و اختلاف منصور حکمت به نظر من از نوع اختلاف دو گفتمانه و فرموله کرده، بحثایی که منصور حکمت داره در این مورد فرموله کرده، گفته آقا ما تو این نقطه که رسیدیم احساس میکنیم ناسیونالیسم خیلی سنگینه تو کمله و فضای ما نیست. نکته دوم هم اصرار کمله به این که نیروهای پارتیزانیشو نگه داره و تو منطقه بمونه و این چیزا که منصور حکمت اونم ایراد میگیره و به نظر من درست هم هست، چون کمونیسم که روی نیروهای پارتیزانی و نیروهای مسلح استوار باشه این کمونیسم نیست که کمونیسم اجتماعی بهش میگن. و ایراد دوم منصور حکمت بود به نظر من، و دو این دوتا ایراد گفت آقا ما سهممون رو جدا میکنیم، با قول خودش میگفت ما قلممون رو برمیداریم میریم، و به نظر من کار درستی کرد که به صلاح مرز خودش رو کشید با اون کمونیسم، چون دید اون کمونیسم داره به یه مسیر دیگه میره و بخشی و عملا هم درست بوده. یعنی بعد از جدا شدن منصور حکمت کمله اون گرایش ناسیونالیستیش که شما خودتون گفتین راست هستن، اینا جدا شدن دیگه و اون گرایشی هم که الان هست اسمش کمله از کمونیست ایرانه، به نظر من یه گرایشی که وسط راهیه، یعنی یه قسمتی عبور کرده از کمونیسم سنتی ایران و یه قسمتیش هنوز درگیرشه. و من نمیگم حالا این حزب کمونیست کارگری وقتی که آغاز کرد به راهش ادامه داد، من میگم این یه مقداری رفت جلو، دو تا ایستگاه جلو رفت دوباره عقب میشه. و خب این نقد من به تعذیب کمونیسم کارگری منصور حکمته، منتها میخوام بگم که ایرادی نیست که آدم وقتی اختلاف داره اجت سیاسی جدا بشه، ایرادی نیست، ایراده که بعدش تو چه فضای همکاری رو میسازی. خود دقت میکنی همکاری و اتحاد بین آدمایی که یک فکر دارن اتفاق نمیفته، همکاری و اتحاد بین آدمایی که فکر مختلف دارن. ایراد منصور حکمت مثلا تو این مورد اینه که فاقد تئوری اتحاده. خود دقت میکنی و من حالا توی بحث آینده اینو بازش میکنم که چپ ایران فاقد تئوری اتحاد علمیه. وقتی که این اتحاد علمی رو نمیشناسه، خب منصور حکمت درست به نظر من عمل کرد کند، ولی غلط عمل کرد که برمیش نمیدونه چیکار کنه. آنها با همین هایی که ازشون جدا شده چه سطح همکاری رو بعد ادامه بده؟ خود دقت کنید قبیله خودش رو برداشت رفت و این قبیله بعدا تو دو تا ایستگاه بعدا شدن یه قبیله دیگه، بعد شدن سه تا قبیله، چهار تا قبیله که داستانش هم تراژیک هم کمدی. پس این بحث به نظر من یک موضوعه که ما از تو تحلیلش میخوایم برگردیم تو این جلسه و تو جلسه‌های بعدی بیشتر سر مقوله‌ای به نام تئوری اتحاد و تئوری‌های اتحاد صحبت کنیم. تئوری‌های اتحاد یعنی چی؟ یعنی اینکه گرایش‌های مختلف هرگز سر مسئله اتحاد به تفاهم نمیرسن، یعنی سر تئوری اتحاد هر کدوم هم تئوری های مختلف اتحاد رو حفظ خواهند کرد. مثلا توده‌ای بالا پایین هر چقدر هم فشارش بدی میگه زنده با جبهه متحده خواهد، اون عوض بشه نیست. یا اونی که میخواد دور آقا رضا پهلوی جمع بشن مردم، خب اون که عوض شدنی نیست. ما باید این تئوری های اتحاد که وجود داره،
نقد کنیم، بگیم چرا عملی نیستن، چرا کار نمی کنن، و بعد بیان بگیم حالا چپ چه نوع تئوری اتحادی لازم داره که نداره. خود دقت کنید که من نظریه من در مورد حزب کمونیست کارگری، در مورد تئوری کمونیسم کارگری این بوده از همون قبل، یعنی چند سال قبل، که این تحزب و منصور حکمت فاقد تئوری اتحاده، نداره اتحاد. میگه چی؟ میگه دنیا دور ما جمع شه. آقای حمید تقوایی حالا بعد از همه این دعوا ها میگه ما میخوایم اتحاد رو اینجوری تعریف میکنه، میگه اتحاد یعنی که ما حزب کمونیست کارگری اول دوباره بسازیم. میگه بهش میگه حزب بزرگ. حزب بزرگ یعنی همه این دعوا که بوده و چهار تا شاخه شدن هر کدوم به یکی گفت نمیدونم راستی و فلان و اینا، همه اینا رو برگردیم بالا، بعد وقت بشیم دوباره یه حزب. این شده این درک ایشون از مسئله اتحاد، که اون بحثی بود که من 3-4 سال پیش در نقدش کردم و خب جوابم نداشتن و همین حرفای من و انتقادای من باعث شد که یه حکم اخراج برای من بنویسن که مسئله شون حل بشه، که البته خب مسئله شون که اینجوری حل بشه که مگه با اخراج آرام میتونه مسئله حل بشه. ممنون سعید گرامی. ممنون سعید گرامی. ولی خب بحث رو من فهم کنم فعلا تا همینجا نگه داریم، چون بحث سوال مطرح شد. خب خیلی ممنون که شما هم جواب دادیم، ولی بیش از این دیگه میشه بحث در مورد یک گروه یا یک سازمان به خصوص. و برای همین من فکر میکنم که بهتره بریم به قسمت دوم سوال برنامه، که در این مبحث من فکر میکنم خیلی از انتقادها که به طرح‌های تئوری‌هایی که در رابطه با اتحاد مطرح شده رو میتونیم بشکافیم. و دقیقاً سوال دوم برنامه هم همینه، که نقد شما مختصری از تئوری‌هایی که مطرح شده رو عنوان کردین شما دوستان. الان این سوال من اینه که شما چه نقد‌هایی بر این تئوری‌های اتحاد دارین؟ و یا که چه پاسخی برای اونها دارین؟ از سعید گرامی خواهش میکنم شما لطف کنین و نظرتون رو در رابطه با این سوال با ما در میون بگذارین. ممنون میشم، وقت در اختیار شما سعید گرام. حالا من در مورد این دوباره برمیگردم به این اصل که وقتی ما به تاریخ ایران نگاه میکنیم، چه چپش، چه راستش، چه حکومتش، میبینیم که همه اینها تلاش کردن که متحد کنن. همه این نیستش که تلاش نکردن، تئوری اتحادهای خودشون رو مطرح کردن و این تئوری اتحادها برای بخشی از اینها کمک بوده. اینطوری نیستش که کمک نیست، ولی برای متحد کردن جنبش انسانگرا و مدرن کاری نکرده، برعکسش جلوش رو گرفته. خب این پرمیز اول منه، فرض اول منه. فرض دوم اینه که چه انتقادهایی وجود داره به اون گرایش، اون تئوری های اتحاد. اون بخشی شما تو برنامه دوم و توی این برنامه من بحث کردم، مهمترینش اینه که این تئوری اتحاد به اصطلاح تو فضای پیش مدرن مطرح میشه، عجب فرهنگی. در نتیجه رهبر مدار، اتوریته مدار، قدرت مدار، ایدئولوژی مدار، مذهب مدار، ناسیونالیست مدار، یعنی اینو به عنوان مرکز اتحاد قرار میده و ابزارش هم دیکتاتوریه اگه حکومت میکنه، یا اگه راست حاشیه حکومت، خود فشار حکومتی ابزار اتحاد راسته. خود دقت کنید، مثلا آقای موسوی میاد میگه که آقا بیان باید دور من متحد بشی. چرا متحد بشیم آقای موسوی دور تو؟ بخاطر اینکه آقای خامنه‌ای بده. توجه میکنه، یعنی خود حکومت و دیکتاتوری برای اینا موجی میسازه که اینا میخوان مردم رو روش متحد کنه. این یه بحثه در موردش. انتقاد مهم دیگه به نظر من اینه که اتحاد روی موضوع سلبی اتفاق افتاده تو تاریخ ایران، و اونایی که دنبال اپوزیسیون بودن هم دنبال این بودن که ما بیایم بگیم که آقا چی نباشد، و چون چی نباشد میتونه مرکز قرار بگیره پس با هم متحد بشه. از زاویه من هیچ وجه سلبی نمیتونه باعث اتحاد نیروهای اپوزیسیون بشه،
باعث میتونه بشه که مردم رو تو دوره کوتاهی کنار هم قرار بدیم. خب شد دیگه، مثلا آقای خمینی گفت شاه برود مردم کنار هم قرار بدیم. منتها همین این شد چی؟ شد چاله بزرگ جلوی مردم، شاید بگیم چاه بزرگ جلوی مردم. به مردم گفت شاه برود، منتها توضیح نده چه قراره بیاد. مردم مثلا من میخوام این اهداف معین رو اجرا کنم. اتحاد مردم اتحاد سر دانسته هاشون نبود، اتحاد سر تنفرشون از شاه بود. حالا الان اپوزیسیون، حالا چه چپ چه راستش، بیشتر مشغولیتشون اینه که این متد رو استفاده میکنه، متد اتحاد روی موضوع سلبی. دیگه چپیه وقتی خیلی چپه میاد میگه آقا شما ها، اگه من میخوام با کسی کار کنم اول باید من بگه همه جناهای جمهوری اسلامی باید برود، مثلا این میشه موضوع اتحاد. خب این میتونه مردم رو تو کوتاه مدت جلب کنه، منتها چای گنده است. و جمهوری اسلامی همش برود، خب قراره چی بیاید؟ فریب مردم همینجا بود دیگه زمان شاه محمد رضا شاه که جمهوری اسلامی میخواست بیاد جاش بشینه، به مردم گفت میخوام شاه نباشد. خب مردم گفتن تو چاله شاه نباشد بعد چی؟ خب بعد دیدم یکی هم شد که از شاه هم بدتر بود، یعنی میتونست که از شاه بدتر باشه. حالا بعد از جمهوری اسلامی هم میتونه کسی بدتر باشه. و برسر من میخوام بگم که برمیگردم به اون نکته انتقادم. انتقاد دیگه ای که من به این تئوری اتحاد دارم اینه که وجه طبقاتی این اتحاد رو میپوشوننش. خب یعنی چی؟ یعنی که جامعه که دیگه الان سرمایه داری توش اتفاقا تمام عناصرش رو گرفته، نفوذ کرده، تمام لایه های اجتماع تحت تاثیر نظام سرمایه داری هستن، قطبندی طبقاتی جامعه به حد اکثر خودش رسیده، فرق از یک سو یه قشر لایه کوچیک زیر پرچم حکومت به همه چی رسیده. ولی این نیروهای اپوزیسیون وقتی صحبت میکنن سر اتحاد، وجه طبقاتی اتحاد رو برجسته نمیکنن، وجه سیاسی فوری اتحاد رو برجسته میکنن. خب اینا من نمیگم اینا همه غلطه، چون تاکتیکیه، چون کوتاه مدته، چون جذب مردم قبلا فریب این مدل برخورد سلبی رو خوردن، دوباره زیر بارش نمیرن. همینه که مردم میگن تو خیابون، میگن آقا جان حالا تو میگی جمهوری اسلامی نباشه کی باشه؟ ما یه بار گور خوردیم دیگه، شاه نباشه بعد خمینی شد. در نتیجه برای اینکه به بحث اتحاد رو پیش ببریم ما و اتحاد رو بتونیم تثبیت کنیم تو جامعه، نیاز داریم چیکار کنیم؟ نیاز داریم که برنامه‌های سیاسی رو، گرایش‌های مختلف رو تو جامعه مطرح بشه و موضوع اتحاد منطبق بشه به شناخت واقعی مردم از برنامه سیاسی گرایش‌های مختلف. اینه که مناظره مهمه، اینه که جای مناظره، اتفاقا پروژه مناظره و فضای مناظره اینه که وقتی ما میخواهیم همکاری کنیم با همدیگه، نه تنها باید اعلام کنیم با چه چیزی مخالفیم، چه چیزی باید برود، بلکه باید در یه حد معینی با برنامه اثباتی خودمون جلو جامعه قرار بگیریم و اونجاست که جامعه با ما پیوند بخوره، به خاطر اینکه مطالبات ما مطالبات جامعه است. و بعد بین ما و نیروهای همسایه ما نزدیکی وارد میشه و بین ما و نیروهایی که همسایه ما نیستن هم اختلاف ها واضح‌تر میشه. در نتیجه من اینا رو دونه دونه میگم تا برسم به این بحث که هم از زاویه فرهنگ پیش مدرن و ندونستن علم همکاری، این نکته اوله، هم از زاویه این که ایدئولوژی محور بوده، مذهب محور بوده، هم از زاویه این که اتوریته محور بوده تلاشا برای اتحاد و تئوری اتحاد مدرن وجود نداره. وقتی که اینا کنار هم دیگه قرار میگیره، زیر فشار دیکتاتوری جمهوری اسلامی و دیکتاتوری حکومت ها تلاشا برای اتحاد به شکست انجام میده. و اینه که ما حداقل توی این برنامه میخوایم اینو مطرح کنیم که خب بپذیریم که یه مسئله‌ای داریم به نام
نبود تئوری اتحاد خصوصا تو چپ. راست که اتحاد لازم، راست خود حکومت الان اینو میگه دیگه، خود حکومت ایران این داره راست رو متحد میکنه، این مشکل نداره، مشکل چپ جامعه است برای اینکه بخواد جامعه رو تغییر بده. اینجاست که باید اول اعلان کرد که تئوری های اتحاد تئوری های شکست خورده ای بوده و ایرادی درش هست که هی تکرار میکنیم و به همون نتیجه میرسیم. اینو بپذیریم، بعد بریم سراغ این که تشخیص بدیم چه بیماری هایی داریم و بعد چه درمانی. خیلی ممنون. ممنون از شما سید گرام. قبل از اینکه بریم به مهمان دیگر برنامه، من یک سوال از شما دارم در رابطه با این که مطرح کردین خواسته‌ای که مطرح میشه برای اتحاد در واقع حول یک مسئله سلبی است و اینکه مثلا جمهوری اسلامی نباشد یا تمام جناح‌های جمهوری اسلامی نباشد، نمیتوان این رو شکل دیگری دید که ما اتحاد میکنیم در با کسانی که خواسته و به اصطلاح اعتقاداتشون این هست که هیچ یک از جناح‌های جمهوری اسلامی نمیتواند و پاسخگوی نیازهای مردم نیست؟ این در کانتکست خودش این رو بیان نمیکنه که بله، آیا این در کانتکست خودش این رو مطرح نمیکنه که تمام، چون از اونجایی که ما میدونیم از به اصطلاح مسئله طبقاتی اگر بخوایم نگاه کنیم، هیچ کدوم از جناح‌های این رژیم نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد، بنابراین ما یکی از اصولی رو که میتونیم روش کار کنیم و با هم اشتراک داشته باشیم و شروع به کار بکنیم اینه که نبگیم به تمام جناح‌های حکومت و رژیم. آیا این رو نمیشه اینجوری دید؟ ممنون میشم، بفرمایید. ببینید، من وقتی که گفتم که بچه سلبی نمیتونه مرکز اتحاد باشه، چون این بحث شاید ما تو بحث‌های بعدی ما بیشتر بازش کنیم که موضوع اتحاد مدرن میتونه چیا باشه و متد اتحاد چیا باشه، در واقع به این میپردازیم. منطقه این بحثی که من کردم اینه که اینا که جمهوری اسلامی نباشد، شما آخرش باید به این جواب بدی که منظورت از جمهوری اسلامی چیه و چه چیزی نباشد. همون اندازه که شما هی پیشرفت میکنی سر این که تعریف کنی سلبی بودن معنیش چیه، مجبوری اثباتی بشی. من مثال میذارم، مثلا الان یه دونه طرفدار پهلوی رو بیاری، ممکنه اینم بگی آقا من با کلیت نظام جمهوری اسلامی مسئله دارم. خب و ازش میگوستی جمهوری اسلامی چیه که مسئله داری؟ خب میگه این آخوندان دیگه، همین آخوندان جمهوری اسلامی، درسته؟ ریش دارن، تحریش دارن، اینا اسمش جمهوری اسلامی. بعد وقت ازش میگوستی خب خارج از اینکه این قیافه ها اینجوری هن، روابط جامعه چیه که اسمش جمهوری اسلامی؟ هرچی میری جلوتر سوالای شما اثباتی تر میشه. یعنی چی؟ یعنی آخرش میگه آقا جمهوری اسلامی یعنی نظام سرمایه‌داری. شما منظور دارید که سرمایه‌داری نباشه؟ خب بعد وقت میگه نبا من که ندارم سرمایه‌داری نباشه. شما منظور دارید که کاخ پادشاهی نباشه یا کاخ آقای خامنه‌ای نباشه و هر دوش نباشه؟ نه، منظور فقط این یکیه. خب پس میبینیم وقتی سوال ها رادیکال میشه در وجه سلبی، نه تبدیل میشه به بچه اثباتی. یعنی چی؟ یعنی این که ارائه شعارها و محورهای سلبی وقتی که رادیکال شده اثباتی، معنیش اینه که آقا شعار سلبی کافی نیست برای اتحاد، ناتوانه برای اتحاد و شما بدون ارائه برنامه اثباتی نمیتونی روی موضوعی که فقط نه اسمشه سنگر بسازی برای چه. ببین من میخوام اینو بگم، خمینی ساخت پیروز شد چون عوام فریبیه دیگه. من میخوام برگردم به آیا شعارهای سلبی بیش از عوام فریبیه؟ به نظر من شعارهای سلبی عوام فریبیه، مردم رو گول میزن، میخواد احساسات مردم رو جلب کنه، میخواد تنفر مردم رو از حکومت بالا ببره. بد نیست، چیز بدی نیست، ولی چون به اندازه کافی رادیکال نیست، چپ ازش نمیتونه ابزار تئوری اتحاد بسازه.
میتونه راست بسازه. راستا همینجوری پیروز شدن دیگه. منصور حکمت یه بحثی در این مورد داره خیلی جالبه، یکی از اولین انتقادهای من به منصور حکمت بود. منصور حکمت میگه که ببینین خمینی با شعار سلبی اومد، ما بعد با شعار سلبی بریم، با شعار نفی مخالف همون بریم. خب من جوابش رو میدم، میگم آقا اونی که با شعار سلبی اومد بخواست مردم رو گول بزنه، تو هم میخواه همون کار رو کنی؟ اون مسیری که اون رفته برای راست خوبه، برای فریبکارا خوبه، برای اونای خوبه که مردم رو سر چیزی گول میزنن و به راه دیگه میرسونن. ما باید به مردم بگیم آقا مردم این آخر کار ما، همین این برنامه اول ماست، آخر کار ما این نظام موجود، نظام سرمایه داریه، چه ریش داره چه ریش نداره، پاپیون داره نداره. خب پس ما، من اینجا وارد یه بحثی شدم، بحث این که تئوری اتحاد من به عنوان کمونیست کارگری چه تفاوتی باید داشته باشه با تئوری اتحاد آقای خمینی، تئوری اتحاد شازده پهلوی، تئوری اتحاد اون یکی. خب پس اینجا توی مناظره ما کارمون اینه که این تئوری های اتحاد رو بذاریم کنار هم دیگه، ببینیم کدومش منطقی تر و علمی تره. تو این پروژه های بعدی، تو جلسات بعدی شاید ما بیشتر اینو بازش کنیم و توضیح بدیم. لذا من خلاصه کنم، سوال شما جوابش اینه که بله بچه سلبی داره، تمام رادیکال ترین برنامه سیاسی بچه سلبی داره، مطابق بچه سلبیش اگر سلبی بمونه فریب مردم. اگه من بیام به مردم بگم من مردم من رو بشناسیم که آقای خمینی برود، من دارم مردم رو گول میزنم. موقعی که من به مردم بگم مردم من میخوام خمینی برود که فلان نظام معین بیاید، اون موقع مردم رو تو فضای آگاهی قرار دارم، مردم بدونن که آقا واقعا من چی میخوام. خمینی اگر قشنگ میومد به مردم میگفت من چی میخوام، ایشون چی میخواد که مردم رأی بهش نمیدادن، که خودشو پوشون توی لفافه چهار تا شعار کلیدی رو تکیه کرد، مردم رادیکالیزه شدن، گفتن خب از من این بابای یه کاره ایده قراره به یه جایی بده، سینه زدن برش. و من میخوام بگم احرامه اینا من نکید. ممنون سید گرامی. پس در واقع حرف این است که با تنها شعارهای سلبی و یا اینکه تمام نیرو رو سر این بگذاریم که این برود یا اون نباشد یا این عوض شود به جایی نخواهیم رسید. شاید این رو به عنوان تاکتیکی بتونیم ازش استفاده کنیم که در این مقطع همه ما این خواسته رو داریم، ولی در نهایت ما باید طرح خودمون رو داشته باشیم که بدونیم که در نهایت ما چه چیزی رو میخواییم جایگزین آنچه که برمیداریم بگذاریم. و این به اصطلاح اشاعه این طرح در بین مردم و شکافتنش باعث آگاهی و به اصطلاح مقبول افتادن اون طرح خواهد شد. ممنون از شما سعید گرامی. آقای علا احمدی، نظر شما چیست؟ شما چگونه میبینید انتقادهایی که شما به تئوری هایی که در رابطه با اتحاد سیاسی تا کنون در ایران مطرح شده چیه؟ بسیار ممنون. خوشبختانه اینجا در حال وضعیت جوری است که من و سرکنانه دیگر برنامه زنه و صالحینی ها میتونیم بگیم هم فکر و هم فاز هستیم و اختلاف عقیده به اون صورت وجود نداره، اختلاف نظری وجود نداره. من هر بار که ایشون اگر دعوت صحبت کنن من در واقع چیز زیادی نمیمونه که بگم، غیر از این که در واقع اگه اشاره یا نقطه مثل توضیح بر یکی از حرفای ایشون اضافه بکنم. در واقع درست است، منم کاملا معتقدم و باورم بر این است که اون ایراداتی که توی تئوری های اتحاد احزاب و جریانات مخصوصا چپ و سوسیالیست توی ایران بوده، مهمترین هاش همون ایدئولوژی گرا بودن، همون در واقع رهبر محور بودن و تمامیت خواه بودن و این مقولات بوده که بنای کاری کرده که احزاب
نتونستن اون تئوری اتحاد و اون در واقع استراتژی و برنامه‌ای که برای متحد کردن توده های کارگر و زحمتکش دارن بتونن در واقع برای مقطع طولانی ادامهش بدن و بتونن اتحاد واقعی رو ایجاد بکنن در میان زحمتکشان و جامعه ایران. من فقط میخوام یکی دو نکته اینجا اضافه بکنم. یکیش این است که درسته که اون تئوری های اتحادی که تا حالا بوده، من اینجا صحبتم روی جریانات چپ هست که در واقع چون معتقدم جریانی هست که آلترناتیو و راه حل معضلات کنونی جهان و منطقه ایران هست. درسته که این در واقع تئوری های اتحاد رادیکال نبودن، اما خود این هم یک دلیل داره و اونم برمیگرده به چی؟ به خانش و تحلیل جریانات و احزاب متفاوت مختلف چپ توی ایران که هر یک به نوعی در واقع تئوری اتحاد رو تئوریزه کردن و مثلا گروهی به نوعی خاصار پیگیری سیاست های رفرمیستی و در واقع میتونیم بگیم گام به گام و مسالمت آمیز بودن، مثل توده‌ای ها که برنامه رادیکال و انقلابی برای تحقق سوسیالیسم توی ایران نداشتن و اینا معتقد بودن که همیشه باید با توجه به سطح توسعی اجتماعی و اقتصادی توی جامعه و توی اون مقطعی که مبارزه میکنیم باید برنامه هامون رو بذاریم و استراتژیمون رو بذاریم. و در مقابل اینا جریانات در واقع میتونیم بگیم رادیکال تر که خواستار سوسیالیسم برای همین امروز بودن و این خانش ها و تحلیل های مختلف از برنامه سوسیالیستی بهش میگیم که در واقع به عاملی تبدیل شده برای اینکه تئوری اتحاد اینها متفاوت باشه و توی همون فضای پیش مدرن بمونن. و این خودش یک مسئله است که ما چجوری در واقع این رو حل بکنیم که جریاناتی هستن که سوسیالیسم رو مثلا برای همین امروز نمی‌بینن و شرایط و فضا و در واقع ظروف رو برای متحقق شدن اون کافی نمی‌بینن، اما جریاناتی هم هستن که معتقدن مثلا من خودم یکی از اونایی هستم که معتقدم که سوسیالیسم همین امروز توی ایران و هر نقطه دیگه دنیا باید به خواست عمومی جامعه و جنبش های اجتماعی تبدیل بشن. این خودش عاملی شده که اون اتحاد و اون تئوری های اتحاد در واقع برای مقطع کوتاهی باشه و پس از مدتی در واقع کارهای خودش رو از دست بده. مورد دومی که من میخوام روش تحکیل کنم یکم بیشتر بزرگ نمایی بکنم این است که جریانات سیاسی توی حال حاضر ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم اکثریتشون در واقع دنبال اتحادهایی هستن که غیر طبقاتیه، یعنی اتحاد مثلا ناسیونالیستی یا اتحاد مثلا خلقی و اینها در واقع اتحادهایی هست که به خواهد دوستمون آقای صالحینی ها اینها میخوان جامعه رو باش فریب بدن، در حالی که مثلا توی ایران اگه بخوایم نگاه بکنیم واقعیت این است که اون رنج و محرومیتی که یک کارگر توی مثلا تهران یا یکی از شهرهای دیگر ایران داره مثلا توی سنندج و توی بقیه نقاط ایران و مثلا توی سیستان و بلوچستان و خوزستان و آذربایجان هم داره، حالا ممکنه مثلا توی آذربایجان یا تهران تعداد کارگران مثلا شاغل بیشتر باشه، اما فشار اقتصادی، گرانی، تورم و عدم داشتن تشکل مستقل و سرکوب و فضای امنیتی که وجود داره برای همه مثل هم هست و همه استثمار میشن. درسته که مثلا در ما در سال چند ماهش بیکاره و یکی دیگه کار میکنه، کار ثابتی داره که مثلا توی یک کارگاه یا کارخونه است، اما همه اینها به نوعی دارن استثمار میشن و مسئله اصلی و اتحاد اصلی که باید همه اینها حولش متحد بشن همون اتحاد طبقاتی است که رادیکال و فراگیر و اجتماعی تر هست به نسبت مثلا اتحادهای ناسیونالیستی و
قومی و مذهبی که جریانات و گروه های دسترسی اینها رو دامن میزنن توی جامعه. بله، این مشکلی که همیشه بوده توی کل احزاب ایرانی همون مدن توی فضای راست است. اما من اگه بخوام یه اشاره بکنم، الان من یک نقاط امیدی میبینم. مثلا توی همین حزبی که من باش در ارتباط هستم از در کومله، زمینه های وجود داره برای اینکه اتحاد های تاکتیکی و احزاب حتی ناسیونالیست توی کردستان ایران انجام بشه. مثلا توی همون مقوله انتخاباتی که یه ماه پیش توی ایران برگزار شد، کومله و جریانات ناسیونالیست یه فراخوان و یک اطلاعیه مشترک دادن و از توده‌های مردم خواستن که نرن پای صندوق‌های انتخابات و شرکت نکنن و در واقع تحریم کردن. این خودش یک نمونه مثبت هست و میشه در واقع بگیم که خانش و تحلیل این حزب با واقعیت نزدیکتر هست و تلاشی وجود داره برای اینکه بتونن در واقع توده ها رو توی حداقل توی فضای کردستان ایران به نوعی به اتحاد مقطعی ولو شده با هم وادار کنند. و من این رو یه نقطه مثبت و روشن میبینم. خیلی بود. ممنون از شما آقای علا احمدی. اگر دوستان سوالی از طرف دیگر مناظره دارن وقت در اختیار شما هست، مطرح کنین. آقای سعید صالحی بفرمایید. من فقط میخواستم یه کامنت بدم، نظر بدم راجع به صحبتی که علا کرد. الان به نظرم میاد کاملا درسته. حزب کمونیست ایران تنها گرایشیه از زاویه من که امر همکاری رو، بحث اتحاد نیست، امر همکاری. این که خب خیلی از این گرایش ها و فرقای چپ نفهمیدن اینو و محکوم کردن. خب امر همکاری رو به اصطلاح بهتر فهمید وقتی که میاد میگه که آقا ما میاد میگیم آقا ما میخوایم الان فراخوان بدیم به مردم و انتخابات جمهوری اسلامی رو افشا کنیم، بگیم آقا این شرکت کردن تو این انتخابات مذهبی است. خب دیگه اینجا در وقتی این کار میکنه کاملا درسته، با هر کسی که زیر این رو امضا کنه میشه امضا کرد، هیچ مسئله نیست، کار درستی. یعنی یاد میده به جامعه که آقا میشه همکاری کرد، همکاری فراسیاسی کرد، یعنی همکاری بیرون از شهر با همه کرد. خب و این سنت درستیه. سنت دومی هم که از کمونیست ایران انجام داده و درسته، کمک به شرکتش توی پروژه بلوک چپه که چپ هم 24 تا سازمان و گروه تعدادی زیادی منفره جمع شدن و دارن کار میکنن برای اینکه بتونن کار همکاری با هم و تو چپ انجام بدن. این هم کار بسیار مثبتیه. حتی تلاشایی که کرده از کمونیست ایران با اینکه با فرقه های موجوده کمونیست کارگری بتونه بالاخره یه جا بشینه، یه همکاری هایی داشته باشه، اینا به نظر من علامت اینه که این امر همکاری رو بلد شده، توجه میکنی؟ و به نظر من مثبت، بعد ازش پشتیبانی بشه. من همون روز اولم گفتم هیچ ایرادی نداره، نه تنها نشستن امضا کردن یه اطلاعیه ایرادی نداره، نشستن توی یه سمینار منطقه‌ای هم ایرادی نداره. تا موقعی که شما حرف خودتو داری میزنی باید بلد بشی همکاری کنی، نه تنها نه اینکه حالا همکاری کنی، حتی بری یه جای حرف خودتو بزنی و تا اونجا که حرف خودتو بزنی و مردم فضا پیدا کنن انتخاب کنن هیچ ایرادی نداره. همینطور که ما پروژه مناظره میذاریم از آقای رضا پهلوی، آقای خامنه‌ای هم میخوام بیاد بشینن بغل ایتون هست حرفشو بزنه دیگه، وقتی تو به حد حرف زدن با هم دیگه است و جواب شنیدنه کمک میکنه جامعه عقلش بالا بره. برصورت به نظر من این نمونه هایی که علا گفت نمونه های قابل دفاعه
و اتفاقا این بحثی که ما بعدا باید بکنیم راجع به تئوری اتحاد، و امروز بیشتر نقد کردیم به اون چی که اتحاد اسمشه. امیدوارم تو جلسه بعدی ما بیشتر راجع به این که خب یه تئوری اتحاد چپ، خصوصا از زاویه چپ من میگم، چه خصوصیت هایی باید داشته باشه بیشتر صحبت کنیم. یعنی بخش به صورت آلترناتیو یا اثباتی نظریه اتحاد چپ رو بتونیم روش کار کنیم، یه چیزی که فردی هم نیست. امیدوارم همه نیروهای چپ بتونن توی شریک بشن. ممنون از شما سعید گرامی. حالا اینکه در به هر حال تمام تلاش ما اینه که بحث رو که آغاز می‌کنیم در توی طی برنامه‌های مختلفی کاملا بشکافیم و تمام جوانب اون رو مطرح کنیم، اما از اونجایی که به هر حال توی هر برنامه‌مون سعی کنیم که به اون مسائلی که در اون مقطع مطرح میشه رو بتونیم جوابگو باشیم و بتونیم جوابی برایش پیدا کنیم که ببینیم چه کار باید بکنیم. در این رابطه من سوالی از شما باز سعیده گرامی دارم که شما مطرح کردین که باید، یعنی توی صحبتایی که در رابطه با مسئله اتحاد در دو هفته دو برنامه قبلی که داشتیم، یکی این که تحمل کنیم همدیگه رو، بتونیم تحمل کنیم یا اون در شرایط استرس بتونیم اون به اصطلاح تسلط بر خود و افکار خود رو از دست ندیم، و درک طرف مقابل، فهمیدن در طرف مقابل. در اینجا من از شما یک سوال دارم. اگر که ما به این شکل نگاه کنیم که شما به عنوان یک کمونیست و به عنوان شخصی که در نهایت ضد جامعه طبقاتی و سرمایه‌داری هستین، وقتی که میخواین نیروهای به اصطلاح همون طرفداران سلطنت رو دور خودتون جمع کنین برای حرکتی، وقتی که شما این مسئله رو مطرح میکنین که در نهایت خواسته من سرنگونی هر رژیم سرمایه داریسته، و وقتی که شما این رو مطرح میکنین، آیا این باعث نمیشه که اون کسانی که در واقع در اون مقطع موافق نظر شما هستند و همون خواسته رو دارن، ولی چون میدونن که شما در نهایت میخواین که رژیم سرمایه داری نباشد و در همون مقطع هم با همکاری با شما به اصطلاح کناره بگیرن، آیا این به نظر شما باعث نمیشه که نیرو از دست بدیم یا تفرقه ایجاد بشه و یا راه حل دیگری براش در نظر داریم؟ بفرمایید وقت در اختیارشون. بله من حالا میخواستم اینجا یه نکته بگم. اولا تناقض هر اتحادی، هر نوع همکاری در ذات خودش یه تناقض. تناقض چیه؟ فرض بر اینه که گرایش هایی هستن متفاوت و متضاد، خود درک کنید آدرس های متضاد ممکنه دارن، اما میخوان با هم همکاری کنن توی یه مقطع معین. این در واقع موضوع علم تئوری بازی هاست. تئوری بازی ها بحثش هم اینه دیگه. تئوری بازی ها میگه چه تاکتیک ها و استراتژی هایی با اون عناصر یا بازی کننده های یه بازی با هم درگیر میشن برای اینکه سود خودشون رو پیش ببرن. دقت میکنه تئوری بازی ها وقتی مطرح شد، خب نه تنها توی ریاضیات مطرح شد، بلکه توی به اصطلاح تحلیل مناسبات سرمایه‌داری به مطرح شد. و به نظر من این تئوری رو اگه ما بشناسیم میفهمیم اینا همه طبیعیه. یعنی اتحاد وقتی ما بحثشو میکنیم، نمیان بگیم که اتحاد اینه که ما هممون یه جا سوده قرار یه سودی ببریم. این معنیش اینه که ما قبول میکنیم هر موقع کنار هم همکاری میکنیم، هر کسی سود خودشو میخواد. خوب دقت کنیم، هر کسی سود خودشو، هر کسی با ظرف خودش میاد قضا خودشو ببره. خب حالا وقتی ما اینو میپذیریم به عنوان پایه، به عنوان فرض میگیریم، مثلا اتحاد یعنی اتحاد معنیش اینه بورژوازی میاد، سرمایه‌داری، فرد بورژوازی، هر کسی میاد وارد بازی همکاری میشه، معلومه هر کسی میخواد سهم خودشو ببره، درسته؟ پس این نیست. مهم اینه که ما اینجا این کارو میکنیم، میگیم آقا ما این تناقض رو فهمیدیم، تناقض ماهوی هر اتحادیه، هر اتحادی اصلا بر اساس همین استواره این تناقض. اما چه اتفاقی میفته؟
فرض بکنید که اون آدمی که طرفدار سلطنته میگه آقا حالا من اگر بیام زیر اطلاعیه سرنگون با جمهوری اسلامی شه امضا کنم، این چپی هم بیاد امضا کنه، خب جمهوری اسلامی میره بعدن تو این شرایط ممکنه من بازی رو ببرم. خب بعد من هم با مال چپی میگم آقا من هم وقتی میام اینجا رو امضا میکنم با این بابای میشینم امضا میکنم، هدف هم اینه که این طرفدار نمیدونم سلطنت رو بیارم سمت خودم. لزومه هدف هم اینه که آقا یه اهرم های دیگه هست، دست من نیست، دست ایناست. اینا فکر میکنن اون بازی رو میبرن، من فکر میکنم با سرنگونی جمهوری اسلامی چپ دست بالا رو پیدا میکنه. مثلا میگم ها، حالا ممکنه من نکنه درسته، در نتیجه هر دوی ما این فرض رو داریم که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی فضای ما بیشتر میشه. اصلا این فرض رو داریم ما. خب مثل این نیروهای ناسیونالیست کردن که به چیز علاقه رو، خب اینا هم که وقتی میاد کومله میشینه باشون امضا میکنه یا از اون کمونیست ایران توهم نداره که مثلا اینا حالا فردای حکومت برسن چی کار میکنن. اول اصلا من همین کمونیست ایران رو میکنشن، حزب کمونیست ایران رو کومله رو سرکوب میکنن درسته. در نتیجه ما اینو میپذیریم، میپذیریم که توی تئوری بازی ها با گرایش ها با اهداف متضاد وارد شدیم. گول نمیخوریم، گول هم نمیزنیم. خب منتهای مرتبه وقتی که من این فضا رو بسازم که جامعه اختلاف های ما رو بشناسه، موضوع همکاری ما رو بشناسه، جامعه چون جامعه اکثریتش مزبگیره استثمار میشه، من برای خودم پتانسیل بیشتر میبینم که وقتی مردم ایران حمله کردن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، مثل زمان شاه چپ دست بالا رو خواهد داشت، منتها حفظ نخواهد کرد. اگر ما نجنبیم دوباره از دست رو میگیرن. این اتفاقی که به نظر من میفته، در اینجا ما اینو میپذیریم، به خلاف راست، به خلاف گرایش دیگه به مردم دروغ نمیگیم، میگیم آقا آدرس ما اونجاست، اگه میاد با من همکاری کنی، من نمیام بگم آقا یه ذره خوبه، یه ذره مثلا تو هم هستی، من حرف خودم هم میزنم. همکاری هم میکنیم، چجوری همکاری میکنیم بیانیه میدیم، سعی میکنیم راه های همکاری رو پیدا کنیم. یکیش بیانیه دادنه، یکیش ممکنه تظاهرات یه جا جمع شدنه، کنار هم دیگه جمع شدن شعارهای حکی برای خود شعارهای خودش رو بده. این به معنی بله، ولی همونجور که به قول معروف توی فضای مجازی میبینیم، حالا انواع و اقسام فیسبوک هست یا مطالبی که دوستان می‌نویسن، این رو میبینیم که مطرح میکنن که این به قول معروف اینها، حالا هر دو طرف به هم دیگه میگن اینها قصد گول زدن ما رو دارن. میشه همون مسئله خمینی که گفت بیاین و با هم همکاری کنیم و بعد فردا هم اینا هستن که میخوان ما رو بکشن یا ببرن اون بالای دار، یا اینها منافع ما رو تأمین نمی کنن. پس چرا ما باید با اینها همکاری کنیم تا اینها فرصت پیدا بکنن و ما رو از بین ببرن؟ کما اینکه میبینیم حتی، یعنی به عنوان یک سوال، نه اینکه بگم من مخالف نظر شما هستم ولی میخوام که شما مسئله رو بشکافید، حتی میبینیم که در چپ هم این اتفاق نیفتاده، لااقل چپی که همه این اعتقاد رو دارن که مخالف نظام سرمایه داری هستند، ولی میبینیم که باز حاضر نیستند توی با هم همکاری کنن یا با هم اتحادی رو داشته باشن، چرا که باز اون نقاط اختلاف عمده میشه و اونا رو میبینن و نمیذارن که، یعنی این اختلاف ها باعث میشه که باعث عدم اتحاد میشه حتی تو نیروهای چپ. و چگونه ما میتونیم از این استفاده کنیم که نیروهای راست رو جذب کنیم؟ بفرمایید، وقت در اختیار شما. بله، من فقط این تکیه کنم، من باز تکرار میکنم، ما نمیخوایم نیروهای راست رو جذب کنیم. نیروی راست اومده طبقه حاکم رو نگه داره، میخواد وضع موجود نگه داره. ما کارمون، مخاطبمون، مردم جامعه که در یه دورانهای متعددی فریب راست رو میخوره، مثلا کارگره میگه رضا پهلوی خوبه درسته، پس من رو چی سرمایه گذاری میکنم؟
رو سرمایه گذاری میکنم که آقا جان من اینا رو از دست آقا رضا پهلوی بکشم بیرون، پس این هدف منه. خب اما نکته که شما میگین اینا میان میگن آقا شما میخواید ما رو فریب بدی، اتفاقا من میگم برعکسشه. ما مناظره میکنه، ما با پرچم خودمون وارد همکاری ها میشیم، با پرچم خودمون که مردم و اونایی که میان توی این همکاری رو شرکت میکنن توهم نداشته باشه. اونی فریب میده که بیاد چیکار کنه، پرچمشو قایم کنه. مثلا توده‌ای ها تو جریان جنبش سبز پرچم سبز گرفته بودن میچرخوندن، یا پرچم شیر خورشید رو میچرخوندن. توده‌ای هستی دیگه، چرا تو پرچم سرخ نداری؟ درسته؟ یعنی کمونیسم نمیاد نمایندگی کنه، میاد پوشش میده به خودش، ماسک میزنه به خودش. من پیشنهادم اینه که اتفاقا با شفاف سازی برنامه ها ما وارد همکاری ها میشیم، و وقتی وارد همکاری ها شدیم هدفمون این نیستش که آقای رضا پهلوی رو بیاریم سمت خودمون، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا میخوام آقای رضا پهلوی بمونه همونجا که هست و بعدا مردم منزوی شد. کار ما اینه که این مردم که اکثریت مطلقشون زیر فشار سرمایه‌داری هستن و ممکنه متوهم باشن به آقا رضا پهلوی، توی جریان همکاری ها بهتر همو بشناسیم. ببین من مثالشو میزنم، این همین پروژه مناظره رو دیدین 70 خورده نفر اومدن توش، درسته؟ اینا اومدن توی این تلاش ها برای مناظره نشون دادن ظرفیتشون چقدر محدوده، درسته؟ خب مناظره چی کار کرد؟ مناظره گفت آقا شما بیا حرفاتو بزن دیگه، متا وقتی هم که زیر سوال میدی جواب بده. اینا این فضا میتونه فضای همکاری درست باشه. خب همه حرفاشو زدن، اون یکی راسته اومد حرفشو زد در رفت. آقای نمیدونم منصور و اوسانو رو داشتیم که اومد اینجا صحبت کرد، پای اختلافات تو گرایش جنبش کارگری رسید، ایشون هم فراری فرار کرد. درسته؟ من میخوام بگم اتفاقا اینه، کیه که میبره؟ این مردمی هم که دارن گوش میدن، این اکثریتی که مخاطب نیروهای اپوزیسیونه، و ما با ارائه نظریه همکاری بتونیم کمک کنیم که این فضای تاریکی روشنی برای جامعه بهتر معلوم بشه. در مورد چپ هم که گفتی، چپ اتفاقا چپ ایران اکثریتش نمیخواد الان سوسیالیسم بشه. اکثریت چپ ایران بنا به نظریات نمیدونم فلانی که مرده و اون یکی که مرده، بنا به نظریات به این نتیجه رسه که الان وقت سوسیالیسم نیست. اکثریت مطلق چپ ایران از توده‌ای بگیر تا فدایی تا خیلی تعداد زیادی از گرایشان میگن آقا سوسیالیسم که نمیشه الان پیاده بشه، الان باید جمهوری دموکراتیک بشه. مثلا همین تروتسکیسته بالا پایینش میکنی بشه میگه دموکراسی یعنی چی جمهوری دموکراتیک، معلوم میشه میگه سرمایه‌داری بهتر دیگه. تروتسکیست هم هست، مازیار رازی و اون دوستش. و برشن میخوام بگم که پس چپ ایران نمیگه الان سوسیالیسم بشه، چپ ایران و اکثریت مطلقش نماینده طبقه متوسط جامعه است، بخواد جامعه بهتر بشه، یه خود بهتر بشه، آزادتر بشه، به قول خودش دموکراتیک بشه. و بخش کوچیکی از چپ ایرانه که میگه الان باید برنامه سوسیالیستی اجرا بشه تو جامعه، که این چپیه که بعد از انقلاب 57 آغاز به کار کرده، نمونهش کومل است، جنبش کمونیسم کارگریه، حزب کمونیست ایرانه، که به نظر من اینا هستن که آینده یه چپ مدرنه، حالا با تفاوت‌های فاز متفاوت. و البته نه اینایی که الان دارن به اینا حرکت میکنن، خصوصا در مورد احزاب کمونیست کارگری موجود فرقه ها. ولی به هر صورت اینو ما بعدا تو بحث بعدی بیشتر بازش میکنیم و بیشتر کلنجار میریم سر تئوری اتحاد چپ که بتونه کمک بکنه به جنبش انقلابی. ممنون از شما. آقای علا احمدی، شما نکته‌ای داریم که بخواین به موضوع اضافه کنیم؟ نه ممنون، من صحبت‌های شما استفاده کردم. ممنون.
ممنون از شما و اگر دوستان اجازه بدن با این بحث پرچم و مسائلی که سعید گرامی مطرح کردن برنامه رو به پایان برسونیم. نکته که به قول معروف اگر نگاه کنیم به تاریخچه مبارزاتی همه ماها، چه دوستانی که الان در این برنامه شرکت دارن و چه دوستانی که برنامه‌مون رو نگاه میکنن، همه حتما توی این مسائل بودن و دیدن که اختلافات با این که با هم صحبت شده و قرار گذاشته شده و فراخوانی داده شده، ولی باز در مرحله عمل آوردن یک پرچم میتونست دعواها و به قول معروف اختلافات عظیمی رو در اون برنامه و اون راه پیمای اون تظاهر اون اکسیون ایجاد کنه. حال اینکه اون فرد و یا اون ایده هم در همچین برنامه شرکت داشته ولی حالا یا عدهشون بیشتره یا عدهشون کمتره، طرفان مقابل و دوستان دیگر مخالفت میکردن، چرا که وجود یک پرچم میتونه باعث اختلاف بشه و برای اینکه باعث اختلاف نشه اون پرچم رو حذف میکنیم. من اینجا یاد یک به سبب مسائلی در مورد زنان افتادم که هرگاه که وجود زنان و یا مسائل زنان، حقوق زنان مسئله ایجاد میکرد در سیر اون حرکت، این مطرح میشد که خب حالا این خواسته رو بذاریم کنار چون ایجاد اختلاف میکنه، فعلا اختلاف نکنیم و مسئله اختلاف رو باز نکنیم، بنابراین شما و با خواستهاتون کنار برین تا ما بتونیم به اصطلاح اون حرکت رو پیش ببریم. کار آسونی نیست، مسلماً تمام کسانی که در این راه حرکت میکنن زحمت میکشن، به هر حال خواسته غیر از این دارن که جنبش و یا مردم رو زیر فشار نگه دارن. به هر حال هممون میدونیم که خواسته ها همه در راه نجات مردم و رهایی مردم از ظلم و ستم هسته، ولی شاید هنوز راهش رو یاد نگرفتیم، شاید هنوز تئوریش رو به اندازه کافی بحث و بررسی نکردیم و امید که این برنامه ما بتونه در این رابطه کمک کنه. ممنون از شما دوستان عزیزی که تا الان با ما بودید و وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین و ممنون از بینندگان عزیزی که برنامه رو میبینن. امیدوارم که تونسته باشیم نکات مختلفی و جهت‌های مختلفی از ایده ها رو مطرح کرده باشیم. امید که با اجازتون بله خواهش میکنم سعید گرامی. در واقع میخواستم بگم که امید که تمام این بحث ها و گفتگوها بتونه نقاط به اصطلاح تاریک پیش راه این اتحاد رو روشن کنه و ما بتونیم همدیگر رو بهتر بشناسیم و بتونیم با هم کار کنیم با امید اون روز که این اتحاد در شرایط الان ایران واقعا لازم و ضروری است، با امید روزی که بتونیم در کنار هم برای رهایی مردم و آزادی مردم حرکت کنیم. ممنون از شما که با ما بودین دوستان گرامی که در این برنامه شرکت کردین و ممنون از شما که برنامه ما رو میبینین. روز روزگار بر همه شما خوش. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه.